دور روسیه که بیاین آقا با هم سازش کنیم، ما سپر موشکی رو نمیذاریم در کجای اروپای شرقی، شما با ایران از نظر اتمی. آقا همه دارن سر کشور ما چونه میزنن، من و تو وقتی با هم میشینیم آقا من از تو خوشم نمیاد، آقا من با اون نمیشینم، دوزاری هستیم دیگه، بهت برخور دوزاری که ارزش دوزاری زمان پادشاه من از اسکناس 1000 تومان این بی پدر و مادرها از ترابل چکشون از چک بانگی 1,000,000 تومانیشون هم بیشتر بود، برای همین هنوز دوستتون دارم چون دوزاری های زمان شاه هستید. بهتون برگم آقا سختی چی میگه؟ آقا تیمسر گفت به هممون دوزاری میتینگ بذاریم امشب، میخواین خط رو باز کنن 15 نفر بریزن؟ آقا یه قطع شعر میخواییم بخونیم، بگو ای دل اگر عاشق نبودی فدای جان تو میشدم، اون میره یکی دیگه بگو. آقا فرهنگ ما منتالیتی ما اینه، بزرگان ما همین هایی هم که این تو این جلسه ها تو این میتینگ ها تو این کنفرانس ها تو این سفر ها میرن میان 30 سال همون حرف 30 سال پیش رو میزنن، نه تحولی نه دگرگونی، هیچ حرکت بنیادین در ماها نشده. برای براندازی رژیم کسافت و آخوندی ماشالله ایشالله نافرمانی های مدنی آبکی آبدوخیاری دوزاری و انقلاب های مخملی پوست برنجی خاکستری به طرح پوست سیب زمینی و اینا نیست، من و تو باید یکی بشیم زیر یک چت بریم همه با هم فریاد مرگ بر جمهوری اسلامی سر بدیم. هیچ کسی صحبت از گرد همایی چند هزار نفری در خارج از کشور نمیکنه، همه تون بادکنکی چعارید. بهتون برخورد؟ بزرگ کوشکتون الان نگر گوشه اشرف یه دیوان آب بیار سکویی به همه توهین کرد. درود به اشرف، یه اسم بود اومد باید میگفتم اقدس مثلا، حالا اقدس بهش برمیخواد هرچی بگی برمیخواد. بازی در خارج از کشور این دامینو مهرهاش طوری چینده شده که ما تو همون 30 سال پیشمون گیر کرد. شالاتان بازی برنامه سازها، ساب تلویزیون ها، رسانه ها، همه بازی ها در بین ما ایرانی ها همون فرهنگ یکی از ایران اومدیم بیرون، انقدر رشد نکرد، انقدر تحول ایجاد نشد، اصلا جوونا بچه ها فرار کردن رفتن، برای اینکه اونی که یارو 60 سالش 70 سال هنوز ولکن معامله گرم. آقا این ارکاندیشن هنوز خرابه، آقا ما 9,000 دلار پول رنت میدیم هنوز اینجا هوا خراب، آی مهندس اون ارکاندیشن خرابه، توجه میفرمایید؟ میتینگ میریم، جلسه میریم، باز میبینیم همون حرفای 10 سال پیشه، 15 سال پیشه، 20 سال پیشه. آخه مگه میشه یه جامعه، یه مردم، یه فرهنگ 3 دهه اواخر قرن 20 اوایل هزاره سوم هنوز دارن درجا میزنن بزرگ و کوچکشون، متفکرشون، اندیشمندشون، مقاله نویسشون، تحلیلگرشون، این بوتهای بزرگ فرزانه اندیشمندشون، بی سوادشون، ابلهشون، تحصیل کردهشون با سوادهای آکادمیک متفاوت. آخه این میشه؟ وقتی هم به رخ میکشیم بدیم، اخیم، تندیم. پولم که اگه تو همین لس آنجلس نگاه میکنی اکثرا تو دست کسایی هن که یا از درون مؤتلفه و بازار تهران و این گونه مسائل اینجا پخش کردن دارن کنترل میکنن. 5 تا 10 تا 20 تا 50 تا پولدار داریم، آدم حسابی هن، بکران دارن، خانواده دارن، تحصیلات دارن، اصلا ول کردن رفتن میگن گور پدر ایران و ایرانی. به خدا حقیقتو بهتون میگم، تمام این غرور رو، این خودمحوری و خودرهبری و این حرفای تکراری رو باید کنار گذاشت، همه با هر شخصیت خانوادگی، با هر مرام سیاسی، با هر سواد اکادمیک، با هر بکگراندی، تمام این شیشه تار رو باید یه مش بزنن بشکنن، همه بیان توی صف هم سطح هم بیستن بگن مرگ بر حکومت اسلامی، ما کشورمونه میخوان،
کشور که دیگه مال من و توی پیتر پیر و پاتل منه، 50 خورده ای ساله و تو 60 و تو 70 و تو 80 نیست که، مال اون بچه هایی که تو ایران 30 ساله دارن خون میدن. اگه اینا فهمیدی بیایی رو شرف و آبرو دست های هم دیگه رو بگیریم کمکشون بکنیم. بهت برخورد آقا تند، آقا تیم سر میبینید چه میکنه؟ زنگ بزنید واشنگتن به سرهنگ بگی 8 ماه دارید به هم دیگه زنگ میزنید، 9 ماه این حرف دل ملت ایران من دارم میزنم. من دیگر برنامه سازها و بچه ها رو دوستشون دارم، وقتی هم میبینیم دست میدیم هم دیگر هم میبوسیم، ولی من متفاوتم. من هرگز علیرضا میبودی ایکس ایگرگ دین ما هنا خوب هنا فرشتن و دوست داشتنی هنا مبارزن سلح شورن وطن پرستن. آقا من I am different. وقتی اینو فهمیدید میپذیرید، تا روزی که نپذیرید این خودخواهی شماها رو نشون میده، این خودمحوری شماها رو نشون میده. برای اینکه نمیشینید در عین حال که من رو نمیخواید بپذیرید، بشینید خودتون رو زیر ذره بین واقع بینانه ببرید و سنجش کنید کی هستید، چه کردید، کجا ایستادید، چه خدمتی به این مردم کردید. به خدا نکردید به هر چی اعتقاد، به هر چی اعتقاد دارید نکردید. برای همون جاه طلبی و همونی که بگید هنوز به قول شهرام همایون ما هستیم، ما هستیمی که شماها میگید، یعنی هنوز زنده ایم، نفس میکشیم. نفس کشیدن بدون اینکه در راهی که میگید هستید، که همون سیاست و بودن در صحنه است، وقتی یه بخاری ازتون بلند نشه به درد عمه من میخوره. نه بلند نشده تو این 30 سال، برعکس نه تنها کاری نکردید همینطور هم لجت زدید. آقا ما نمیپیوندیم، بیان به ما بپیوندن. تو چه غلطی هستی که بیان به تو بپیوندن؟ ما چه غلطی هستیم که به ما بیاین بپیوندیم؟ آقا همه با هم به هم بپیوندیم. این در و پیکر این سازمان های 7-8-10 نفریتون رو با لگت بزنین بریزید کنار، از دوش رد بشید، از روی این تفکر و اندیشه های دوزاری خودمحورانه رد بشید. بشید جانم، بشید آقا، رد بشید جانم. و الا حق بازی ها، کلک بازی ها، پروژه های رژیم، 150-200 هزار دلاری که به این تلویزیون، به اون تلویزیون، به اون رادیو، از طریق دکتره و از طریق اون و از طریق مسلمونه و یهودیه و این و اون و اون داره پرداخت میشه. خائن، وطن فروش حتما نباید مسلمون باشه، میتونه زرتشتی باشه، میتونه کلیمی باشه، میتونه ارمنی باشه. خیلی ها به ما خیانت کردن. این دلیل این نیست اگه یک کشور یا رادیو یا یک کشور به رژیم ما حمله میکنه دوست ماست، به فکر منافع خودشه. یه موقعش اشتباه نکنید، کشور ما کشور ماست، خاک اونجا مال تک تک ماست، یک ملک مشاعه. تا من و تو برنخیزیم، تا من و تو به یک اندیشه واحد، به یک مرکز صدری که هممون به اون بیاندیشیم، آزادی کشورمون مهم نیست کی میاد، چی میاد، چه نوع رژیمی میاد، چه حکومتی میاد. اول خونه رو آتیشش رو خاموش کنیم، بعد دعوا کنیم کدوم از این اساسیه از ارث پدر به من یا به تو رسیده. تلویزیون داره میسوزه، مبل داره میسوزه، گاف صندوق داره میسوزه، همه چی داره میسوزه، من و تو هنوز داریم تو سر هم میزنیم، کدوم تیکش مال ماست؟ مکسنس میکنه حرفم رو؟ درک میکنی؟ یا شما هایی که هنوز تنده، آقا تنده، معذرت میخوام، پوزش میخوام، خفقان برای شو یعنی برای بخور برگر بیا پای تلویزیون. میخوام راجع به رضا شاه بزرگ مصاحبت کنم، مردی که تار و پودت، پوست و گوشت و استخونت، یاخته های سرت از اون مرده. میخوام در ارتباط با آریا مهر بزرگم، ایران پدرم، پادشاهم، که لباس پوشیدن تو، تحصیل کردن تو، مدرسه رفتن تو، دانشگاه رفتن تو، سردوشی و درجه و همه چیز تو از اون گرفتی. میخوام راجع به اون صحبت کنم، با آرامش صحبت کنم. اول باید یه 3-4 تا پس گردنی به اینایی که پدر ما رو در آوردن، ما رو تو این موقعیت نگه می‌داشتن، از راه دور تقدیم می‌کرد. میریم و برمی‌گردیم.